درود بر شما، بامدادتون نکو باشه. بنده اهورانیازی هستم. شما شنونده و بیننده ی خبر امروز هستید با تدوین زنده در تاریخ 14 فوریه مصادف با 25 بهمن ماه 1401 سال 2023. باز افتخارمه که مجری خبر امروز هستم برای شما عاشقان تکنولوژی. واقعا حسش خوبه. تنها ویدیوییه که خود اهورا رو جلوی دوربین مشاهده میکنه. اتفاقهایی که در اینجا داره میفته رو میخوام براتون شرح بدم و نظرتون رو میخوام بشنوم. مورد اول، نورپردازی رو یک کمی بهتر کردم، نور بیشتری رو دارم به خودم میتابونم، سایه ها رو دارم کمتر میکنم. میتونید نسبت بهش نظر بدید تو بخش کامنت ها. مورد دوم این هستش که موزیک پیش زمینه خبر امروز بالاخره تغییر کرد. موسیقی پس زمینه خبر امروز بالاخره تغییر کرد و الان دارید میشنویدش. نکته جالب اینه که این صدا صدایی نیست که من بعدن اضافه بکنم، صداییه که الان داره از اسپیکرم پخش میشه. برای حسی زنده تر، به جای اینه که صدا رو دیجیتال بخوام وارد بکنم، صدا رو به صورت امبینت دارم وارد میکنم، یعنی تحت یک ریوربی داره وارد میکروفون میشه که حسی جذاب تر برای شما داشته باشه. لطفا تو بخش کامنت ها نظر بدید این سبک رو دوست دارید، به مزاجتون شیرین میاد یا نه، حال کردید باهاش یا نه. سبک موسیقیمونم هیپ هاپ لوفای هست یا لوفی، که هیپ هاپ خیلی آروم و چیلیه، مناسب همین صبح خبر گوش دادنه. نوازش موسیقیایی داره، ضرب آهنگش تیزی موسیقی پس زمین قبلی رو نداره، اون یک کمی بار خبری داشته، یک کمی چیلتر خودمونی تره. احساس میکنم بیشتر به فضا میاد. مثلا تصاویر زمستون رو دارم پخش میکنم همزمان با هاش، یه فضای گرم و صمیمانه و دوستانه ای رو سعی کردم خلق کنم. لطفاً تو بخش کامنت ها نظرتون رو بگید، آیا باهاش حال میکنید یا نه، چون این برنامه مال شماست، شما باید کامنت بدید که جریانش چطوری باشه، با هم خوشگل ترش بکنیم. همیشه حتی دارم به فکر میکنم چند تا شاخه نور دیگه اضافه بکنم، نورپردازی خاص‌تری رو به ویدیو القا بکنیم. دمتون گرم، بریم سراغ خبر اول. خیلی خوب، خبر اول اختصاص میدیم به طرفداران کروم بوک. کرومبوک ها بالاخره در نسخه جدیدی که در آینده دریافت میکنن، الان بتا 111 هست، میتونن شورتکات های کیبوردشون رو تنظیم بکنن. قابلیت بسیار ساده ولی بسیار کارآمد. تحت یک منوی شما میتونید شورتکات های کیبوردتون رو تنظیم بکنید. نکته مهمش اینه که نه فقط برای محیط کروم او اس، بلکه برای دیگر اپلیکیشن هایی هم که استفاده میکنید شما کاملا قدرت شخصی سازی رو خواهید داشت. الان در دست مرحله بتا هستش ولی به زودی نسخه رسمیش عرضه خواهد شد، میتونید استفاده بکنید. دوستانی که نمیدونن کروم بوک چیه، کروم بوک ها یک لپتاپ معمولی ولی بسیار سبک هستن. سیستم عاملشون ویندوز نیست، یک چیزی شبیه به اندرویده، ولی اندرویدی هم نیست که همیشه دریافت میکنید، یک کمی پیشرفته تر از اندرویده، ولی توی جاهای خود همین پیشرفته تر بودنش اذیت میکنه و عملکردش رو میاره پایین تر. برصورت چیز بامزه ایه، همون اندرویدیه که بهینه شده برای استفاده ویندوز توری پروداکتیو تر بودن. بله، خیلی خوب، خبر بعدی رو اختصاص میدیم به قابلیت جدید یوتیوب برای تولید کنندگان محتوا، قابلیت یوتیوب کریتر میوزیک. شما در این قابلیت یک خدمت جدید یوتیوب به شما میکنه که تولید کنندگان محتوا دیگه راحت میشن، خلاص میشن. داستان از اینجا شروع میشه که شما وقتی در یوتیوب موزیک های دیگران رو استفاده میکردید کپی رایت میخوردید و همین قضیه موزل بسیار بزرگی بود. یک، کل اون درآمد ازتون گرفته میشد، کلی استرس بهتون داده میشد، محتواتون دیگه بی ارزش میشد، مجبور میشدید صدای محتوا رو قطع کنید، تدوین بزنید، دوباره یه موزیک دیگه مجبور میشدید یه موزیک دیگه بذاری و اصلا کلا حس و حال کارو میگرفت. حالا در قابلیت کریتور میوزیک شما میتونید با طرف وارد دیل بشید، یا موزیکو ازش بخرید یا بخشی از درآمدتون رو باهاش به اشتراک بذارید. به هر حال شما میتونید از موزیک دیگران استفاده بکنید. بخش اضافه شده در یوتیوب به عنوان یوتیوب کریتور میوزیک، میتونید در اونجا موزیک های مورد علاقتون رو انتخاب بکنید. به هر حال جزء گزینه هاش هست، یا درآمد رو تقسیم بکنید یا کل درآمد رو به طرف بدید، ولی بتونید از موزیک استفاده بکنید. اما اینی که چه موزیک هایی رو میتونید استفاده بکنید هنوز
دایره محدودی داره این لایبرری، همه موزیکا نیست، ولی طبیعتا موزیکای ترند وارد این داستان میشن و برای خواننده هم اتفاقا خوبه. خب به هر حال این همه چالشای تیک تاکی که اتفاق میفته، یک بخت مثبتی رو به سراغ آهنگ ها میاد و حالا اینچنین افراد شانس بیشتری دارد که بتونند درآمد حاصله از تولیدات موسیقی هاییشون رو افزایش بدن. دلیل اینه که خبر امروز دیر منتشر شد اینه که تمامی فایل ها که ضبط شد تموم شد، همشون پاک شدن و من دارم دوباره از نو میگیرم. ولی خب فضا چون قشنگه دوستش دارم دوباره از نو میگیرم. پرچمدار جدید سونی نه تنها رزولوشن دوربینش ارتقا پیدا میکنه، بلکه هنوز جکت فون 3.5 میلیمتری رو در خودش قرار خواهد داشت. خانم ها واقعا تصویر رندره با کیفیت سونی اکسپریا 1 مارک وی رو مشاهده میکنید. این دوربین، این گوشی، دوربین اصلیش از 12 مگاپیکسلی بالاخره شد 48 مگاپیکسل، خواهد شد 48 مگاپیکسل. دو تا دوربین دیگه خواهد داشت، یه 12 مگاپیکسلی خیلی عریض، یه دونه 12 مگاپیکسلی تله. نکته مهم اینش اینه که جکت فون 3.5 میلیمتری رو در خودش حفظ میکنه، به علاوه اینی که داخل خودش جکت فون به علاوه اینی که چیپستش اسنپ دراگون 8 نسل 2 خواهد بود، 16 گیگ رم خواهد داشت. نکته مهم اینه که در مورد محصولات سونی باید بدونید تمرکزش روی ویدیوگرافی و عکسبرداریه با امکانات بسیار حرفه‌ای و پیچیده و اتصال راحت اون به دوربین های سونی به عنوان مانیتور بیشتر برای تولید کننده ها خیلی کاربردیه. متاسفانه اصلا تو ایران نمیاد. سامسونگ قراره تو گلکسی واچ 5 قابلیتی اضافه بکنه، سنسور دنبال کننده یا آنالیز یا تحلیلگر پریود یا قاعدگی خانم ها بر اساس دمای بدن، temperature based period tracking. این قابلیت پیشتر در اپل واچ ها اضافه شده بود، سامسونگ هم تکنولوژیشو داشت، ولی سوالشون این بود که خب برای چی باید اضافه بکنیم، که چی کار باهاش بکنیم. اخیراً در همکاری با اپی تحت عنوان Natural Cycles با استفاده از این سنسور میتونن تحلیل درست و دقیقی، حالا نمیدونم چقدر دقیق، از دوران قاعدگی خانم ها به دست بیارن. نکته جالب ترش اینه که به صورت دیجیتالی دوره تخمک گذاری رهاسازیش رو هم میتونه تحلیل بکنه. امیدوارم وقتی اومد توی ایران فیلتر نباشه، چون اگه در جریان باشید اکثر قابلیت های سلامتی گوشی ها و گجت های پوشیدنی در ایران نمیدونم چرا فیلترن. آها، تحریم نه فیلتر، اصلاح میکنم. یه خبر خیلی باحال دارم، اونم اینه که میدونستی اندروید 14 وقتی قراره عرضه بشه احتمالاً با موتور هوش مصنوعی بارد ترکیب میشه. موتور هوش مصنوعی بارد همون رقیب چت جی پی تیه، میتونی باش حرف بزنی، میتونی سوالات تو ازش بپرسی اون جواب بده، یه امکان بسیار هیولا. بعد میدونستی یه چیزی رو، گوشی های ما رو چی بهش میگیم؟ سمارت فون. میدونید از این به بعد میشه بهشون گفت سمارتر فون، هوشمندتر میشن دیگه طبیعتاً، خیلی باحال میشه. بعد یه پیش بینی رو میشه انجام داد، اونم اینه که تصور کنید که این هوش مصنوعی خیلی چیز پیچیده ای هم نیست، بیاد با دستیار صوتی ترکیب بشه و به جای اینی که فقط ازش بپرسی سیری هوا چطوره فلان بیسان، بتونی قشنگ باهاش مکالمه بکنی. و این قضیه یه کمی پیشرفته تر میشه فیلم هر، نمیدونم فیلمشو دیدید یا نه، در مورد دستیار صوتی هست که خیلی حرفه‌ایه. یه پلتفرم، طرف میخرش، هواکین فینیکس توش بازی میکنه، بازیگر فیلم جوکر اگه اسمش اشتباه نگفته باشم. بعد عاشق این دستیار صوتی میشه، انقدر این پیشرفته است، کاملا یک شخصیتیه که با تو شناخت پیدا میکنه، باها دوست میشه، با هم آشنا میشید اینا. بعد این چون آدم تنهایی عاشقش میشه. نکته این ترسناکش اینجاست که یک آپدیتی برای این دستیارهای صوتی میاد که همراه های شخصی پرسونال اسیستنت که میتونه آزادانه بره با دیگران در ارتباط باشه و میره یه دستیار صوتی دیگر رو پیدا میکنه و عاشقش میشه و از طرف خداحافظی میکنه. فیلمش خیلی خیلی غم انگیزه. من سختمه، یعنی سعی کردم یه بار ببینمش، موفق نشدم، بار سوم موفق شدم تا آخر ببینمش. این تصویری که دارید اینجا میبینی چارت رسمی خود سامسونگ هست در مورد میزان تعمیرپذیری گلکسی 54، معروف ترین
و مهمترین گوشی میان رده سامسونگ در سری A سری 5 شه، A50، 51، 52، 53. حالا این چارتی که دارید میبینید اینجاست، ایناش به صورت رسمی در صفحه سامسونگ فرانسه منتشر شده و میزان تعمیرپذیریش رو توضیح میده که امتیاز نهاییش 8.4 از 10 هست. نکته جالب اینه که S23، S23 اولترا و گلکسی A53 هر سه اینها امتیاز تعمیرپذیریشون 8.2 هست. چه برآوردی میشه از این خبره کرد؟ ببینید گوشی ها هر چقدر تونتون تعویض بشن به نفع شرکت تولید کننده است، ولی شرکت های مثل اپل و سامسونگ به شدت دارن تبلیغ میکنن که آقا ما در تلاشیم جهانی پاکتر در آینده داشته باشیم. در نتیجه سامسونگ یک کاری که کرده ته یکی دو سال گذشته، حالا در کنار اینی که میان بسته‌بندیشون رو از مواد بازیافتی انجام میدن، تو بدنه داخلی خود گوشی هم از پلاستیک و فلزات بازیافتی استفاده میکنن، نکته جالبش اینجاست که سامسونگ اومد طول عمر دستگاهاشو برد بالاتر. ابتدا سامسونگ گوشیش دو سال آپدیت ماژور دریافت میکرد و اندرویدش به روز رسانی میشد. ته مدت زمان یک سال، از دو سال پیش به این ور، از دو سال شد سه سال، بعد شد چهار سال، مطمئن باشید به پنج سال هم میرسه. حالا اگه بخوام بیشترش بکنم خب طبیعتا با خبر میشیم. نکته جالبش اینجاست که این خلاف چرخه نظام سرمایه‌داریه. نظام سرمایه‌داری به شما میگه مصرفگرا باشید، و با این حرکتی که سامسونگ میکنه گوشیاشو تعمیر پذیر میکنه، یعنی راحت بتونی تعمیرش بکنی، نیاز نیست گوشی تو عوض بکنی، نیاز نیست تولیدات الکترونیک ویست داشته باشی، زباله های الکترونیک خلق بکنی. این حرکت سامسونگ بسیار با ارزشه، یعنی در دراز مدت اگر این رنکه اینجا این رنکه بره بالا، خیلی اتفاق جالبیه که داره میفته در صنعت گوشه های موبایل. خیلی خوب، خیلی خوب، خبر خوب برای دارندگان S22, S21 و S20 و گلکسی Z Fold ها، آپدیت اندروید 13 وان یوی 51 از آمریکای شمالی شروع شد به عرضه شدن، یواش یواش در جهان پخش خواهد شد. یه نکته مهمی که در مورد این آپدیت باید بدونید این هستش که یک اپی بهش اضافه میشه به اسم کامیرا اسیستنت که یه سری قابلیت باحال به دوربینتون اضافه میکنه، و اپلیکیشن سامسونگ گود لاک امکانات خیلی باحال تری بهش اضافه میشه. در هر صورت منتظر باشید، به زودی آپدیتش برای گوشیتون میاد، اندروید 13 وان یوی 51. برای میان رده ها کی میاد خبرشو به زودی منتشر میکنیم. خانم ها و آقایان، شما شاهد اولین گوشی شیائومی هستید با طراحی شبیه به داینامیک آیلند اپل. اپل برای اینکه فیس آیدیشو توی آیفون های 14 نگه داره، طراحیشو به روز تر بکنه، ناچشو کوچیک تر بکنه، اومد با یه ایده تحت عنوان داینامیک آیلند جهان هم ترکوند. اومد فیس آیدیشو کوچیک تر نکرد، ولی فضاهای اضافیشو حذف کرد، یه جزیره کوچولو توی شبیه به هول پانچ ولی بیزی شکل، یه کپسول بیزی شکل اومد تو نمایشگرش اضافه کرد. از طریق نرم افزار انیمیشن های باحال به این جون داد و شد داینامیک آیلند. این بزرگ و کوچیک میشد. بعد همون موقع اپای سوم شخص اومدن برای دیگر گوشی هم همچین فضایی رو خلق کردن که پر از باگ بود. حالا شیائومی اومده در نسخه شیائومی 13 لایت که در موبایل ورلد کانگرس 2023 MWC 2023 قرار روانه بازار بکن چیز در این نمایشگاه قرار اینو در به جهانیان نشان بدهد. نکته جالبش اینه که خود شیائومی به صورت رسمی هیچ انیمیشنی برای این نساخته و دیگر اپای سوم شخص باید بیان به نجاتش و براش ویجت و اینجور چیزا درست بکنن. بعد داخل این چی قرار گرفته؟ یه دونه دوربین 32 مگاپیکسلی ساده، یه دونه دوربین 32 مگاپیکسلی خیلی عریض. ساده منظورم نسبت به زاویه دیدارش بود. اجرای هیولای هاف تایم شو ریهانا رو چطوری ببینید؟ دیشب فینال مسابقات فوتبال آمریکایی بود، بین دوتا نیمهشون اینا رسم دارن که از بهترین سوپرستاراشون دعوت میکنن اجرا میکنن. پارسال یه اجرای رپری خیلی سنگین بود، امینم بود، دکتر دره بود، کنریک لمار بود، 50 سنت بود، مری جی بریج بود. بعد امسال ریاناست و اجراش هم خیلی هیولاست. من خودم ندیدمش، لینکش در بخش کپشن وجود داره، میتونید کلیک کنید بریم ببینید، صفحه کنید. اینباکس ایمیلتون رو چک کنید، شاید براتون مایکروسافت ایمیل فرستاده باشه. چند روز پیش که مایکروسافت ایج رو به روز رسانی کرد و موتور جستجوی بینگش رو به چت جی پی تی مجهز کرد، اگر میخواستی ازش استفاده بکنی میگفت که آقا بیا بفرستم تو لیست انتظار. حالا از دیروز ایمیل هاش داره میاد،
چک بکنید چت برای شما اومده باشه. من از چک نکردم ولی بعید میدونم برای منطقه خاورمیانه بخواد جلوتر بفرسته، احتمالاً از همون سمت کره چیز آمریکا کره شمالی، از سمت آمریکای شمالی اینا شروع بکنه یواش یواش بیاد سمت ما. بله. آخ 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 آدم غمش میگیره. آیفون 14 ورودش به صورت کلی ممنوع شد. ابلاغی از وزارت سمت اومده که آقا هر محصولی با نشان تجاری اپل ولی آیفون هاشا، نه مکبوک و اینا، نمیدونم چرا همچین داستانی دارن، ممنوعه. حق نداری دیگه وارد کنین. حتی مسافری هم بیاد رجیستر نمیشه. این آیفون 14 های بدبخت چه میشن؟ اینا هم بعید میدونم رجیستر بشن، چون اگه بخوان اینا رجیستر بشن یه رای باز میکنن برای بعدی هم که بخوان رجیستر کنن، اینا هم رجیستر نمیشن. وای به حال اونایی که خرید. او مای گاد. اختصاصی خود تسنیم هم این رو پوشش داده. ورود مسافری و پستی آیفون 14 از ابتدای اسفند ماه ممنوع شد. حالا میگن که البته از ابتدای اسفند، اینم میشه گفت که اونایی که از قبل از اسفند اومدن و توی سامانه گمرک ثبت شدن احتمال رجیستریش هست، این تصورم میشه داشت. ولی مملکت خیلی چارچوب نداره دیگه، نمیشه دقیق در موردش نظر داد. این خیلی جالبه. شورای نگهبان گفته که هیچ مصوبه‌ای در خصوص طرح صیانت دریافت نکرده. نماینده مجلسی که خبرش اومد و گفتن شایع است و فلان اینا، اسمش حسن نوروزی بود، این قضیه رو رسانه‌ای کرد که گفت آقا طرح صیانت رفت تصویب شد، رفت برای شورای نگهبان. آقای جلال رشیدی کوچی، یکی از نمایندگان مجلس زحمت کشی که واقعا هم شفاف عمل میکنه هم تلاش میکنه خیلی کارها اتفاق بیفته، مثل واردات خودرو، واردات خودروی کار کرده، جلوگیری از این داستان طرح صیانت، گفت که نه آقا اصلا همچین خبری نیست. یکی دیگه گفت اصلا وجود خارجی نداره طرح صیانت. این جمله وجود خارجی نداره طرح صیانت رو خیلی جدی بگیرید. نام در واقع منظورش اینه طرحی با نام طرح صیانت وجود خارجی نداره، ولی ماهیت طرح صیانت در یک طرح دیگری که نامش من الان نمیدونم وجود داره و در مجلس در گردشه. حالا ما دیگه نمیدونیم این رفت شورای نگهبان نرفت شورای نگهبان، یعنی یه بلبشویه، هیچی شفاف نیست. تو گزاره خبریش، تو گزارش خبریش چیزی شفاف اعلام نمیکنن، دیگه چه برسه به قانون گذاریش. توییت بعدی یک کمی زده حاله برای عاشقای 206. 206 یه محصولی بود از سال 1380 وارد بازار ایران شد، خیلی طرفدار داشت. یادم تو فیلم گشت ارشاد پسر عاشق 206 آلبالویی بود، زرشکی یا قرمز. کلا ماشین جذابی بود، هنوزم هست، رانندگی باش حال میده، خوشگل مشکله، دوست داشتنی، جوون پسنده. این محصول در اسفند امسال دیگه تولیدش متوقف میشه، به جاش یک 207 جدید میاد که نام تجاریش هنوز مشخص نشده ولی با اسم TF21 مشخص شده نامش فعلا به صورت کنونی، که از موتور TU5 استفاده میکنه. حالا یه سری اومدن گفتن که آقا این TU5 با TU3 تقریبا همونه، 207 کنونی TU3 موتورش گویا، این همونه. این حالا بحثای تخصصی موتور و فنی خودروه، من اطلاعی در موردشون ندارم. خیلی خب، مرسی که تا پایان خبر امروز با بنده همراهی کردید. ببخشید اگر دیر ویدیوها آپلود شدن، به سبب اینه که یه بار ما این خبرها رو رفتیم، بعدش فایل ها از بین رفتن، دوباره ما که نیست، منم دوباره مجبور شدم ضبطش کنم، واسه همین یه مقدار طول کشید. دمتون گرم، مرسی که حمایت میکنین از خبر امروز. خبر امروز مال خودتونه، من اهورنیازی ام که اینجا مال خودتونم و اینی که خیلی راحت من تو خبر امروز آزاد و رها توش حرف میزنیم، حال میده، عشق میکنیم با حضور شما. لایکش کنین، دمتون گرم، خداحافظ، به زودی میبینمتون.